درود بر شما، خوشحالیم که باز هم ما رو همراهی میکنید، این برنامه رو از دست ندید. به هر حال شنبه ششم ژانویه 2024، 16 دی ماه ایرانی، 202 روز به حماسی ترین بازی های المپیک تاریخ در پاریس باقی است و به هر حال همه چیز آماده است، ساختمان ها همه چیز آماده است، بودجه 3.4 میلیاردی و به هر حال گفته میشه که نزدیک به 15 میلیون جهانگرد، توریست و کسانی که میخوان بازی های المپیک از نزدیک دنبال بکنن به شهر پاریس میان. اما مراسم خفتباری برگزار شد در بدرقه تیم فوتبال نظام آخوندی و تاکتیک سلامی فرمانده سپاه سرکوبگر. میبینید اینجا امیر قلعه نوعی رو چگونه در آغوش گرفته. امیر قلعه نوعی هم از جنس همین هاست و این کادوهایی، ببینید چقدر کادوهای بی سلیقه‌ای که به مربی تیم و اعضای تیم میدن و بعد هم این پیرن شماره 12 که به سلامی دادن، یعنی یار 12 این تیم اطلاعاتی ها، این هم بازی کنن که هر کدوم دارن کار خودشونو میکنن و به هر حال کاری به این مسائل ندارن، اونا دنبال پولشونن. به هر حال حریف تدارکاتی تیم فوتبال نظام آخوندی بورکینا فاسوس. یادتون هست که قبلا برای رفتن به یک دوره دیگه مسابقه ها با آخر سر با سیرالئون روبرو شدن. حالا باید بگردیم ببینیم این تیم ها اصلا در کجای فوتبال دنیا جا دارن. قبل از اینکه به دیگر مسائل دیگر خبرها بپردازیم، میریم و تصاویر هفته رو میبینیم با آرش ادیب‌زاده. تصاویر هفته رو دیدید با آرش ادیب‌زاده. به هر حال از مراسم خفتبار بدرقه تیم فوتبال آخوندی گفتیم، اما تاکتیکی که سلامی برای تیم فوتبال امنیتی ها و سپاهی تبیین کرده نگفتیم، که سلامی گفته که قبل از بازی وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخوانید و به هر حال اگر گل خوردید از هم نپاشید. به هر حال اینم تاکتیک پاسدار سرکوبگر و همونطور که گفته میشه برادران قاچاقچی از تیم فوتبال ایران. همونطور که گفتم آخرین بازی تیم ایران، نمیشه گفت واقعا تیم ایران، تیم همین امنیتی ها، تیم نظام با بورکینافاسو هست، برای اینکه هیچ تیم دیگه‌ای حاضر نشده که در این شرایط انزوای جمهوری اسلامی برابر این تیم حتی یک بازی تدارکاتی انجام بده. بعد از خبرهای دیگر، بازگشت طوفانی رافائل نادال، تنیس باز اسپانیایی، بعد از یک سال غیبت
دقیقاً 349 روز غیبت می‌بینید روی صفحه اول اکیپ هست. به هر حال بازیکنیه که الان 37 سال داره، 22 تا گران شلم برده، فقط 15 بار در رولان گاروس قهرمان شده و دو تا عمل جراحی انجام داده، اما دوباره برگشته و یک بازی بسیار خوبی هم مقابل تیم بازیکن اتریشی انجام داد و به دور دوم رفت. 46مین دوره مسابقه های پاریس داکار از جمعه 5 ژانویه در بیابان‌ها صحراهای عربستان آغاز شد تا 19 ژانویه ادامه داره. 5مین دوره داکار در صحراهای عربستان به مدت 2 هفته رانندگان ماجراجوی اتومبیل، موتورسیکلت و کامیون مسیر سخت 7890 کیلومتری رو طی می‌کنند. کارگردانی پاریداکار امسال در عربستان با دیوید کاسراس، راننده واقعا کهنه‌کار، که گفته این نسخه تازه چالش برانگیزترین در این رقابت‌ها خواهد بود. به هر حال ما در برنامه خودمون این پاریداکار عربستان رو هم دنبال میکنیم، به خصوص اینکه چند زن راننده در این مسابقات شرکت دارن که یکی از آنها ادعای قهرمانی داره. به هر حال این خبر خوبیه برای ورزش زنان. اما سریال رفتن یا نرفتن کیلیان امباپه در پاریس سن ژرمن همچنان ادامه داره. کاپیتان تیم ملی فرانسه از روز دوشنبه، همین بازیکنی که میبینید، بازیکن آزاد حساب شد و باید 6 ماه پایان قراردادش رو با پاریس سن ژرمن بازی بکنه. امباپه روز چهارشنبه گفتش که ما توافقی با ناصر خلیفه کردیم که به هر حال از هر طرف همدیگر رو واقعا رضایت همدیگر رو جلب میکنیم. اینم تیم پاریس سن ژرمنی که با یکی از گل‌های امباپه قهرمان جام فرانسه شد، جام در واقع آغازین هر فصل که بین قهرمان لیگ و جام حذفی برگزار میشه. اما بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس با وجود 2 جنگ ویرانگر و ضد انسانی در اوکراین، این علامت رو می‌بینید، و غزه همچنان در خطره. فلسفه اصلی المپیک ها اینه که در زمان برگزاری این بازی ها جنگ ها متوقف بشن، تفنگ ها خاموش بشه. میبینیم که هنوز این کارها انجام نشده و به هر حال این جنگ های ویرانگر همچنان ادامه داره. متاسفیم، ظاهرا دیگه از دست ما که کاری ساخته نیست و به هر حال باید ببینیم که در این روزهای آینده چه خواهد شد. اما گفتن یحیی گل محمدی مربی پرسپولیس هم استعفا کرده. کریم باقری هم تایید کرده که گل محمدی و رضا درویش گفتگوهاشون به نتیجه نرسیده. در مورد این رضا درویش من خدمتتون بگم که این آقای درویش از هیئت‌های عزاداری اومده و به هر حال سر میهمانی های افطاری علی پروین هم میرفته و بعد میشه رئیس یکی از محبوبترین، پرطرفدارترین و یکی از به هر حال قدیمترین باشگاه های فوتبال ایران با بیش از 20 میلیون هوادار. شما نگاه بکنید ببینید چقدر این کارهایی که در ایران میشه باعث واقعا خجالت و مسخره است. در همینجا به پایان این برنامه میرسیم. از شما دعوت میکنم که چهارشنبه آینده باز هم ما رو همراهی بکنید. همراه علی کارگردانمون بدرود میگم با شما و پاینده ایرانمان.